مگه میاد چمدونمون؟ نیم ساعت منتظریم. تو مطمئنی درست دیدی؟ یه چیزایی از دور دیدم دیگه، حالا نمیدونم خیلی دور بود ولی استرس که حالا ببین من چه شانس، یعنی شانس که عقل کردم. من لباسی که میخوام تو عروسی بپوشم و کفشم رو گذاشتم تو کریان. سلام، خوبی؟ مرسی عزیزم. چیزه، من لباس عروسی ما با کفشم رو گذاشتم تو کریان، کچلوار و علی هم دسته بوده درش. حالا اگه اونو نیاد خب خیلی بد میشه، ولی عروسی دیگه مثلا من کچلوار رو با این میتونم. آره پیرم نداره. خب پیرم میتونی بخری یا مثلا کفش؟ آره من تکمیلم، من تکمیلم. آره چیزم ندارم، مثلا گوشوار و اینا هم تو چند دارم. موتاش به در رویت شده یکی دیگه چند دارم چند دارم لباس های ایتالیان همه کنم. همشون جمع همشون بیوتی ها دستشون بند. نه شما سر اینجا عزیزم. اصلا کمر صاف من دیگه این دفعه معذورم، صدف هم داره زحمت میکشه چون کمر ندارم. اینشالا تفاته بعد دوباره. این هم یکی دیگه نکن حالا بابا، نکن حالا گرفتار میشیم. خیلی ممنون، مرسی. من دیگه باید بس آدم با این زنده خدا بسی بچه بیوتی. من دیگه باید بس آدم با این زنده خدا بسی. چمدون مردم هم صدف میخواد دیگیره، اینقدر احساس قوی بودن میکنه. بذار بیا. آره اینو بیا. یه چیز جالب اینه که فرودگاه بوداپست اصلا پسر خیلی خلوته، قابل مقایسه با فرودگاه مثلا استانبول نیست، خیلی خلوته. بریم ببینیم دیگه. سلام، صدف خانم خیره شدم. خوش اومدیم. هر دفعه من در میزدم علی در رو با میکرد، این دفعه گفتیم علی در بزنه من در رو بکنه، بهش روم تور بدیم. خب ما رسیدیم اینجا، هتل ما توی بوداپست. قرار دو تا هتل بمونیم، دو شب اینجا و سه شب یه هتل دیگه. دو شب اینجا که یه شبش دیشب بود که احتمالا اگر بلاگ قبلی رو دیدید میدونید که چرا ما الان تازه رسیدیم. تو کف فرودگاه استانبول بودیم. من لینک بلاگ رو بذارم اینجا، قسمت اول حتما ببینید چون خیلی باحال. ای ما دو تا دستشوی داریم، من نمیدونستم الان دیدم اینو، یه دستشوی اینجاست. خلاصه و این هتل ریتز کارلتون بوداپست. حالا اینا هم باید نگاه کنیم، من چیز نکردم بازم و اینجا حالا پذیرایی مونه. بیم منظره شو بابا. خیلی سبک و سیاق معماری قدیمی جالبی داره کلن بوداپست. آره و چه ویو قشنگی هم داره اینجا اتاق ما. خوردنی های خوشمزه. تو رو باش که باید بری الان بری اسپا یا چیکار؟ این اونم گفت خانه ولی من ندیدم چیز ویو مثلا که داره به فشن استریت. یه چیزی نوشته. آه نمیشه درست که خودمون موقع از خوشحالی پرت نکنیم ولی خود اینجا معلوم نیست، حالا بعدا ازش میگیریم. اینم منم بیا تا هم اینجا میخوایم بریم الان صبحانه بخوریم ولی خیلی خسته ایم. فکر کنم ما توی مثلا 12 ساعت گذشته 6 بار صبحونه خوردیم. ما فقط چون بده خدا. انقدر که مستحصر شده بودیم فقط میخوریم یه جوره. چون هواپیمای ما که این استانبول نشست خب صبحونه داد، چون صبح میشد به تایم ما که آمریکا بودیم.
صبحونه داد تو هواپیما، ما پیاده شدیم، بعد مثلا اونجا دوباره تو فرودگاه صبحونه خوردیم، بعد اینجا هم چون دوباره از صبح از استانبول راه افتاد به سمت اینجا دوباره صبحونه داد. حالا اینجا هم که رسیدیم دوباره هتل صبحونه میدیم. ما نه کلا نه نمیگیم، ما خیلی ما میخوریم ما اصلا نه به خاطر خودمون، به خاطر صبحونه. سلام عزیزان دل، صبحتون بخیر. خیلی اتفاق جالبی افتاد. از وقتی که ما دیروز تور اتاق گذاشتیم هیچ ولاگی براتون نگرفتیم تا اینکه امروز صبح داریم میریم. واقعا شرمنده ایم به خاطر اینکه اون مدتی که باید تو این هتل میمونیم تو مجارستان و در فرودگاه استانبول کف فرودگاه بودیم. اگه در جریان نیستید برید حتما ولاگ و حالا استوری های صدف رو ببینین، ولاگ دفعه پیش. و شما چقدر زیبا شدی صدف، یه تیپ زده، تیپ مجاری، تیپ نه، تیپ مثلا راحت عقب. مسافرتی، خیلی زیبا، اصلا این سه غیر عادی به خدا، غیر عادی شدی. بکش بالا. ما اینجور که برنامه ریزی کرده بودیم قرار بود دو روز، دو شب و سه روز تو این هتل باشیم، سه شب و چهار روز توی هتل دیگه باشیم، بخاطر اینکه این دو تا هتل خیلی هتل خوبیه. بعد منتها خب یه روز از این چیز که قرار بود اینجا باشیم، ما که تو فرودگاه بودیم و دیگه ما دیروز صبح اومدیم اینجا، الان دیگه زور بعد از این چک اوت کنیم میریم، ولی اون یکی هتل ها رو بهتون نشون میدم. ولی دیروز ما ولاگ نذاشتیم به خاطر این بود که خب ما فکر کن صبح که دیگه دیدین جریان چی بود، دیگه شبم به خاطر اینکه مهمونی داشتیم و با خانواده بودیم و اینا اونجا. حالا من خیلی مثلا سعی میکنم تو جمعای خانوادگی دوربین به دست فیلم نگیرم چون نمیخوام همه رو معذب کنم دیگه، خلاصه همین. ولی حالا امروز که بریم الان چیز کنیم، این وسایلمون رو بذاریم اون یکی هتل رو چکین کنیم، دیگه میریم بیرون یه خورده بگردیم. اصلا ما شهر رو ندیدیم، هیچ جا نرفتیم، بریم یه ذره ببینیم. اینجا شباش میگن خیلی قشنگه، کلی از بچه بیوتی ببین اینجا رو چیزش اومد، اسمش اومد. آقا من اصلا نمیدونم چی باید بگم به شماها. این دو تا گل بود، من اینا رو با هم گذاشتم توی یه گلدون. کارت هم دادن بیوتی، آره فرستاده بودن هتل اومده بودن، یعنی خودشون برام کارت هم نوشتن هر دو تاشون. خلاصه الان بریم سری که دیر نشه و با ما هم رسیم. جی جی جین خب ما رسیدیم به یکی هتل، چکین کردیم و الان داریم یه هتل رو ببینیم. بعد کل چمدونامو من حساب کردم، ما از دفعه پیش که 4 تا چمدون بردیم کردیم خیلی بار بردیم که هر کدوم 23 کیلو بود، این دفعه که 3 تا چمدون 32 کیلویی داریم بارمون بیشتره. سبک اومدیم در نتیجه فشردش کردیم، ولی دستشو خسته شد. Have a big deal for you, welcome. Thank you. Enjoy. Thank you. Good afternoon. Enjoy. خب این مثل چیز سنتی شونه، یعنی آره لیمونید سنتیه. اینم بساطمونه. های های نشو باکم تو نفس. این هتل هتلیه که تازه ساختن، ولی توشو یعنی ریمادل کردن و تازه ساختن، دو ماه باز شده، ولی بیرونش و کل بیلدینگ یعنی اون استراکچرش ماره 120 سال پیشه. حالا قرار شده یه تور بهمون بدن بعد از اینکه وسایلمونو گذاشتیم، حالا اونم بتونش بزن بریم. خب ما آمدیم تو رو اتاق، زنگ داره اینجا، بزنیم در. هی پا ندارم بزنم در، رم زنگ رو میزنیم ببینیم چیه باستان. به به سلام خانوم، اول شما چطوره؟ او هستیم به وقت شما مزاهم شدیم؟ نه. خب آقا این تو رو اتاق شروع میکنیم، ما دفعه مالتیت پلس هتل هستیم که هتل خیلی خوشگلی اینجا تو بوداپست و این اتاقی که الان توش هستیم اسمش هست سویت الیزابت. خب حالا بهتون میگم چرا، ولی اول ببینید حالا خودش چقدر خوشگله. خیلی باحاله، از چه کاری داشتید؟ چه تخت و تشکیلاتی. خانم به ما تور اتاق داد، من اینا رو اصلا ندیدم. چه خوشگله، دستشون درد نکنه. ایول آقا ها، اینو میخواستم بهتون بگم، شما تشریف بیارید و ویورره. چقدر بغاله این رودخونه دانوبه و این پلی هم که جوری اسمش هست پل الیزابت. حالا شب اینجا رو بچه هم ببینید که چقدر خوشگله. منو تصور کن شب، ببین چه حالتی بهم دست میده. اون برم باید مثلا به سری ساختونه نخورم به تلویزیون. همه چیش نوع این هتل بازیشونه که همه چیش نوع. یه چیز جالب دیگه هم بهتون نشون بدم، حالا دستشویی خیلی چیزی نیست که آدم بخواد تو مثلا توران خیلی روش فوکس کنه. این چقدر بزرگیه. ولی این نشون
گوشیم دادن داره. اول اینکه چقدر باحال و بزرگه، دوم اینکه گفتم تمام این سنگای مرمر از ایتالیا اومده و این یه دونه که پشت چیزه اینجا یه سنگ یه تیکه است و گفت خانومه که چقدر سخت بود و تمام اینا تخته های سنگ یه تیکه است که مثلا اینطوری از ایتالیا ها؟ اینا از ایتالیا بودن، خیلی باحاله. چقدر خوشگله، پس من تو همون میخوابم امشب، نه که برای کمرم راحت واقعا خیالم راحته که تمیزه، چون تمیز خیلی تعداد زیادی ما اولین نفری فکر کنم. ببین در مورد رنگش هم یه چیزایی گفت، این دیزاین اینجا مثل که سیستمی داره. خیلی مثلا چی میگن تاریخچه قدیمی داره، اینکه چرا این رنگا رو انتخاب کردن، این رنگ کله قازی و زرد، و بعد مثلا دیتیلاشو که نگاه میکنی همش یا پر طاووس میبینی یا مثلا گل آفتابگردون، این حرفا کلن مثل که توی دلیل داره، یعنی هنرشون یه همچین برنامه یه. من میخوام تو بالش دیگه برم قد بکنم. بعد از تور اتاق ما اومدیم یه جای هیجان انگیز. به به صدف خانم چقدر شیک شدی اومدیم. بفرمایید اینجا رو خیلی تو دایرکت همه بهم میگفتن که باید بریم، اسمش هست نیویورک کافه، که مثل اینکه یه جای خیلی خوشگل و این حرفا. حالا دیگه چیزم شد، یه تیرو دانشون شد، چون ما خیلی الان گشنمونه دیگه، یه راست از هتل گفتیم بیایم بریم اونجا ببینیم هم غذا شدوری هم خودش. نیویورک کافه در ناف بوداپست، هم چیزی باورتون میشه؟ ولی خب اینجا هم خیلی باحال، ساختموناشو حالا نشون میدم، خیلی ساختمونای سبک نیو باروک دیگه، درسته، یه سبک معماری مثل که در اروپا رواج داشته، همه تقریبا شبیه همه. و اون کسی که به ما توضیح میداد تو هتل این داستانا میگفت ما خیلی افتخار میکنیم به این داستان که تقریبا همش توی یه صد ساخته شده و شبیه همه. حالا بریم ببینیم کافیه چیه. گفتش که بیشتره، گفت مثلا اون ساختمونا و مثلا معماریایی که خیلی خوشگل و معروفه بیشتر مال از سال 1870 تا 1920 اونایی که مثلا معروفن و خیلی خوشگلن و دیدنیان، گفت همه مال اون موقع است و اون مثلا دوران طلایی معماری بوده مثلا. اتفاق باحال افتاد الان ما رو ببین، نتونستیم نگیم راستش این داستان رو. جریان این شد که ما از هتل یه دونه تاکسی گرفتیم که ما رو ببره این نیویورک کافه. علی یا بیا یا نه، یا من میخوام یه کار دارم. جریان این شد که ما یه تاکسی گرفتیم از هتل که ما رو ببره نیویورک کافه. بعد اومدیم و یارو یه جا وایستاد و منو فکر کردم خب تموم شده دیگه. بعد بهش کردیت کارت دادم، هی گفت نو نو. خب منم که نمیفهمیدم چی میگه، که فکر کردم میگه کش پول بده. و چون هتلیه به ما گفته بود که اگه با کردیت کارت پول بدین بهتره، منم گفتم نو کش، فقط با کردیت کارت. یارو هی میگفت نو 5 مینیت نیویورک کافه. من میگم آقا مگه نمیگی 5 مینیت اصلا هر چی، اصلا 2 دقیقه پول مگه نمیخواد؟ هی ما نفهمیدیم چی میگه اینا. آخر سر فهمیدیم میگه 5 دقیقه دیگه باید خودتون راه برین اینجا، چون ترافیک من نمیرم. بعد گفتم خب خیلی خوب، اصلا ما پیاده میریم، پولتو بگیر. هی میگم نو نو فلان. آخر من نفهمیدم، من اینجوری میکنه انگلیسی بلدی؟ آخر سر ما داشتیم همینجوری بحث میکردیم فلان اینا، که بحث که نمیگفتیم آقا مثلا یعنی چی میگی؟ بعد دیدی اینایی که دیگه جوش میارم که You speak English؟ بعد گفتیم Absolutely yes. بعد دوباره شروع کرد 5 کیلومتر گفتیم آقا چی با اعتماد دیگه. من آخر برشم این کش بهش دادم، پیاده شدیم دیگه، پولارم گرفت. آخر من نفهمیدم این چرا چی شما کردیت کارت نمیگرفت که پول بگیرم. ما داریم نه با منم پایی کمر چلاق دارم نصفشو الان پیاده اومدیم، ما خدا رو شکر. آخرم نفهمیدم چرا اصلا ما رو پیاده کرد. خب پول میگیری ترافیک باشه، حالا لح میکنه نه چی این ساخته اونه رو ببینیم چرا اینجوریه مثلا ای بر سوخته نیست که. ولی خب همه چیزی که من دارم دقت میکنم تو بوداپست حداقل خیلی دارم بازسازی میکنن این ساختمونای قدیمیشون، ولی اون رو... مثلا کاراکتر چیزا رو نگه میدارن، آره بیرونشو نگه میدارن، توشو درست میکنن یه جورایی. رفتیم تا اون بالا دوباره برگشتیم. وای خدا، از آخرین باری که الان شما رو دیدیم یک روب گذشته، به خاطر اینکه ما بی خودی از خیابون رد شدیم از جایی که ما رو پیاده کرد،
بعد رفتیم چهار را بسته بود، یعنی از اینا نداشت که رد چی. رفتیم پایین خیابون رو رفتیم تا یه دونه چهار را پیدا کردیم که رد چیم ازش. رد شدیم اومدیم رسیدیم دوباره به چهار راهه، بعد دوباره رد میشدیم میرفتیم اون بر، دوباره اونم بسته بود. نشون بدم. ببین این ساختمون یادته که دیدیم ما رفتیم خب بریم از این چهار راه اینجا بریم بس. که از اینجا بریم و بریم اون بره خیابون. آقا تمام اونجا کلن بسته است، یعنی ما الان کل اونجا رو دور زدیم و دوباره همون مسیر رو برگشیم. الان دوباره بریم بریم. اوه چی شد؟ چی شد؟ چرا افتادی آقا؟ برو اینه فکر کنم یا یه ساختمونیه که نزدیک اینه چون توی نقشه اینو نشون میده، ولی فکر کنم همینه راستش. خیلی باحال ساختمونش. ببین چقدر شیشه‌هاش بزرگی. نیویورک آره. حالم گریه هم گرفت عینک شدم که گریه همون هم مثل این سلبریتی شدیم که کل صورتشون بود مکسه بگیم اونو عشقات برم این چی کیفی دارم بگیم. آقا من همش منتظر بودم علی رو بریم با هم بنیز که نفعه پیش که ما بنیز بودیم با مامانم. نمیدونستم انقدر دوست داری موزیک کلاسی که برو بزن. بابا عاشق موزیک کلاسیکم. بابا تو آخه همش فتنا و شوره پلی می‌کنی. من کجا می‌دونستم فردا واقعا خب میریم کنسرت دیگه. آره ببین من وقتی که میخوام ورزش کنم یا مثلا من خونه رو تمیز کنم حال ندارم انجام پاشم، سه نفر به داد من میرسن. اولیش خانوم زوزان روشن، دومیش خانوم لیلا فروهر، سومیش هم نه شوهره من اتفاقا خیلی نمیذارم ولی فتاله هم یه آهنگش، ولی در کل لیلا فروهر از همه بیشتر منو اینجوری انگار که یکی میذارن در کل. اون دوستم اون اومد پایین های شکاری. ولی بخوام مثلا یه چیزی بذارم کیف کنم با هاش و اینا این و اوپرا ما تصویر جالبه اینجا ماسک و اینا ندارن. سلام حال تو چطور؟ چطوری؟ اینجا بابا خیلی باحال تاکسیاش. این یکی هم که ما از رستوران گرفتیم. ببخشید ما باید دوست رو قطع کنیم بچه بیرون.
ولی این یکی هم که ما گرفتیم از رستوران به اوجه باز ما رو وسط ترافیک یادی کرد. گفت من یه دوار ولی میگه ترافیکه خداشی زد به سرم شد خب نمت تره گفت چیزه گفتش که ولی انگلیسی چون خیلی خوب چیز میکرد سلام علیکم. شب شد دیگه. شب بوداپست خیلی میگن قشنگه. ما هم اولین شبیه که داریم واقعا شبش رو می‌بینیم. رستوران پیدا کردم. ویدیوهاش خیلی خوبه. توی کشتی رو آب اینطوری واسه خودش معلقه. بونه. فقط جا داشته باشه. خیلی خوشگله. از برنامه هات بگو صدف چی کنم خواهی بکنی به این چند روز توی بوداپست؟ اصلا نگفتی چیه داستان عروسی؟ اومدی داریم عروسی میگه در جایی آخه یه سری استوری ها رو ندیدن احتمالا وقتی به لاگه دارم. ما اومدیم اینجا فردا شب عروسیه، بعد دیگه پس فردا هم باز برای خودمون داریم. پس اون فردا میریم ایتالیا. بیا اینم صدف خانم بالاخره اومد. من اومدم بیرون جنگی چون بچه بیوتی اومدن حسابی شلوغ بلوغ. بعد تاکسی هم نمیدن اومدم در... نه اومدم بهش گفتم وایسه دیگه. اومدم دم در بهش گفتم وایسه خانم داره میاد. بچه بیوتی اومده بود چقدر زیاد. همه دکتر، همه دکتر، اصلا یه سری غیر عادیه بگی دکتر نیستیم. آره پارک کرده. با بچه ها عزیزان، گلان عزیز ما امشب رو تموم میکنیم، میریم برای اینکه فردا ببینیم چه چیزای هیجان انگیزی هست. پس فعلا منو میگم باشه صدف اوکی دارم نیفتیم.